یاش هستن و فقط یک تابلوی هست به نام ویف تاپیوکا. بعد از انقلاب هیچ فرقی در وضع زندگی مردم پیدا نمی‌کنه. قیافه سربازا مثل پاسدارای خودمون شده، یه ذره چرپوری شوتر شدن فقط، و اون ویوا تاپیوکا شده ویوا آلکازا و هیچ فرق دیگه‌ای نداره. در خیلی قشنگی رو با من نشه چیز می‌کشه. اونجا که گفتم در حقیقت جمهوری بوردوری ویزاهای امپریالیست در آمریکای جنوبی، شما می‌بینید در اتومبیل‌های این جمهوری دست نشانده هم اون سیویل رو باز روی لیموزین‌ها می‌بینید. و اینجا لیموزین جالبه، یک مخلوطی از زیل روسی و کادیلاک آمریکاییه. داستان آخری هم هست که ناتمامه، زیاد راجع به صحبت نمی‌کنم، به اسم تنتن و الفخ که داستان تنتن رو هرچه می‌بره در محافل تجارت آثار هنر. خود هرژه علاقه بسیار زیادی به هنر مدرن داشت، اینجا با اندی وارهول می‌بینیش که وارهول یک چهره ای از اون هم کشیده بود و به او اهدا کرده بود. امروزه موزه هرژه در بانلیوی چیز هست، بروکسل هست، که بسیار موزه زیباییه و آرشیتکتور خیلی قشنگی هم داره. حالا یک مقدار میخوام در حقیقت تفسیرهای گوناگونی که راجع به ماجراهای تنتن هست براتون بگم. اولیش از بعد روانکاوی، بدون اینکه بخوام هیچ گونه در حقیقت واژه‌های تکنیکی به کار ببرم، شخصی که پزشک هست، روان پزشک هست و روانکاو هست به نام سرژ کیسکون، شروع کرد به روانکاوی آثار در حقیقت مجموعه داستان‌های تنتن بدون اینکه دسترسی به خود هرژه داشته باشه، در اصل هرژه پروف کرده. موقعی که به نتایجی میرسه و نتایج رو چاپ میکنه، تمام دوستداران تنتن گفتن آقا این چرت و پرت چیه فلان، این حرفا که خیلی دیگه پرت و پلا بوده. تا اینکه بیوگرافی های تنتن، بیوگرافی های هرژه که در حال زیر چاپ بود و اینا اومد بیرون و دیدن در حقیقت اون راز خانوادگی که این آقای کیسون برملا کرد زندگی هرژه بود. و این کار این صرفاً با در حقیقت روانکاوی شخصیت‌های ماجراهای تنتن می‌کنه. هرژه در کتاب‌هاش جنون رو خیلی به زیبایی در کتاب‌های مختلفش به تصویر کشیده. مثلا موقعی که در امریکای لاتین اینها رو با تیرهای سمی می‌زنن و جنون پیدا می‌کنن اینها رو. ولی راجع به یک نوع نروز هم صحبت می‌کنه که شاید در تک تک ماها هست. یک نوع چیزی که اسمش رو می‌ذارن فولی آهینه. که به طور آگاه یا ناخودآگاه ما اونها رو پنهان می‌کنیم. پس باید اون رو جای دیگری به دنبال نداشت. با خواندن آثار تنتن این رو در قهرمانان داستان ما می‌بینیم. به طور مثال شما چه این رو در مثلا حالات دارید در نظر بگیرید، چه مستی پاتولوژیکی شده دائم الخمره و این دائم الخمره جنبه پاتولوژیک هم پیدا می‌کنه، یا مثلا کاتالپسی گذرای تورنوسول یعنی عدم حرکتش، یه دفعه فوق‌العاده عصبانی میشه و یک دفعه در یک حالت کاتالیتیک میره در چیز اوبژکتیف نون سفر به کره ما، اونجا میبینید عصبانی میشه و بعد یه حالت کاتالیتیک پیدا میکنه، یا بی‌تفاوتی های پاستافیوره به محیط پیرامونش که فقط خودش رو انگار در یک چیز نقطه در حقیقت وسط دایره میپنداره، به دنیای دوربرش بی‌تفاوته. مسیح های حادث به طور مثال چه در قایق باشه که میگیره اون رزرو رامی که در قایق بوده میخوره، بعد پاروها رو میشکنه و شروع میکنه برای گرم کردن استفاده کردن وسط اقیانوس، یا در یک هواپیما باز یه چیز ویسکی پیدا میکنه، در ضمن ویسکی مدربش لاکرومون بوده، برمیداره و میزنه تو سر تنتن و باعث سقوط هواپیما میشه، یا در جاهای دیگه. بعد احساس شرم و گناه میکنه. خب این رو در خیلی از ابزرواسیون های کلینیکی دیدن، کسانی که مشکل الکلیست دارن بعد از اینکه صبح میشن این احساس شرم و گناه رو میکنن. ولی حالا تنها کسی نیست که به سرعت از یک شخصیت به یک شخصیت دیگه در حقیقت جا به جا بکنه خودش رو بپره. تورنوسول هم همینطور خدمتتون عرض کردم از یک حالت قدرت فیزیکی بسیار قوی که اصلا از اون شخصیت شما انتظار ندارید، یعنی یکی بهش میگه زواف، بهش توهین میکنه، این عصبانی میشه، میگه زواف ما، و شروع میکنه کتککاری رو، حتی یک مأمور پلیس گنده رو برمی‌داره میذاره روی جایی که کتا رو آویزون میکنه، یه آدم مردنی مثلا لاغر، ولی دو دقیقه بعدش کاتالپتیک میشه. یا میاد مثلا دو شخصیت مثلا کسفیاغه رو میبینید. کسفیاغه یک ماهیت دوگانه داره، یک ماهیتش که خودشه یعنی بیانکاست،
ماهیت دیگرش همون منطقیه که بهتون گفتم، یعنی شخصیتی رو که هرگاه وارد یه آلبومی میشه اون رو اجرا میکنه. ارد ویژو، اپرای پست گونو، درسته؟ این دو شخصیت با هم زندگی میکنن و کاستافیورا حتی یک پله فراتر از بقیه قهرمانان داستان، نه تنها صداشو به یکی از این شخصیت ها میده، بلکه لباس اون هم میپوشه. شما در چند آلبوم میبینید اولین برخورد کاستافیورا با کپیتن و تنتن در لباس مهیوری هست. دیپون ها، دو تا دیپون ها میشه گفت یک اگزامپل عالی دیدوبلوما هستن، یعنی این جایگزین اون بشه. انگار که یک تصویری در مقابل یک ابژه‌ای در مقابل تصویرش در آینه قرار گرفته باشه. اونها هم حتی فراتر میرن و خیلی موقع ها میخوان خودشون رو در اون محیطی که هستن همرنگ کنن، هرچند بسیار ناموفق، همونطور که در سلایدی که بهتون نشون دادم در چین لباسهای فولکلور قدیمی رو پوشیده بودن. تمام اینها این نویسنده ما رو سیاش کیسکون رو به اینجا میبره که یک سکر فنی هست، یعنی یک رازی هست در این خانواده که ارژه این رو به طور آگاه یا ناخودآگاه از زندگی خودش مونده. اگه خاطرتون باشه یک چیز بهتون نشون دادن، یک سلاید بهتون نشون دادن که پدر و عموی هرژه درش کنار هم با دو لباس خیلی شدید به هم نامیدن. ارژه پدر بزرگش رو نمیشناسه، یعنی پدر و عموش که با هم دو قولی میدن در حالی که بیکنا با هم دو قولی نیستن نمیشناسن. صحبت هست که یک آدم خیلی ایلوس و مهم می بوده، عده‌ای معتقدن و خود هرژه این اعتقاد داره که خود پادشاه بلژیک بوده، یعنی در حقیقت پدر بزرگ هرژه لئوپولد پادشاه بلژیک بوده. یک رابطه نامشروعی با یک کلفت کاخ داشته که این کلفت در حقیقت مادر بزرگ هرژه هستش و این دو پسر از اون مادر در حقیقت به دنیا آمدن. کنتسی بوده که خواسته ناآشنا بمونه و خرج زندگی این دو بچه رو داده، یعنی پدر و عمو رو، براشون لباس میفرستاده همیشه. در این میان برای این دو برادر دوقلو یک پدری، یعنی یک بویفرند برای مادر بزرگ هرژه پیدا میشه که مدتی باش عروسی میکنه، ولی اون هم میره. ولی دو پدر نامعلوم یک پدر واقعی درست نمیکنه و فقط باز یک دلوبلومانه، همون دلوبلومانی که شما در دیپون ها میبینید. لباس‌هایی که اون کنتس برای این دو برادر می‌فرستاده، چون خب بالاخره لباس‌های گرونی بوده و اینها مادر کلفت بوده، این لباس‌ها خیلی اینها رو متمایز می‌کرده از محیطی که درش زندگی می‌کردن، مورد تمسخر قرار می‌گرفتن. می‌بینید که دیپون‌ها با لباس‌هایی که می‌پوشن مورد تمسخر محیطی قرار می‌گیرن که توش حرکت می‌کنن. کاستافیور، همونطور که گفتم، کاستافیور در حقیقت تبلور اون دو زنی است که این راز هرژه رو برای همیشه نگه داشتن، یعنی اون کنتس و اون مادر بزرگ. اون مادر بزرگ در رول کی؟ در رول مارگریت که اپرای در حقیقت فوست گونو رو میخونه. چرا؟ چون در اپرا مارگریت یک زنی از طبقه پایینه که عاشق یک اشرافزاده میشه که از نظر اجتماعی خیلی از اون بالاتر بود. و کنتس هم همون دیواییه که کاستافیور خودش هست، زن پولدار، خیلی دارای شهرت جهانی و خیلی خودشیفته. بنابراین این دو شخصیت رو شما در کاستافیور می‌بینید. ولی یک خصوصیتی کاستافیور داره که به خصوص در آلبوم جوابات کاستافیور شما می‌بینید، اینه که کاستافیور هرگز پاتونیم هادوک رو نمی‌تونه درست بگه. یعنی چی؟ یعنی هیچ موقع اسم اون رو درست نمی‌گه. میگه مثلا اسمش هاربوک، کاپوک، مادوک، غیره و غیره و غیره. و هرچند بهش میگه بابا هادوک، فریاد می‌زنه هادوک، باز نام‌های دیگه‌ای رو برش میده. این همون رازی است که هرگز فاش نشده، یعنی نام پدر هرگز آشنا نمیشه. دیپون‌ها، اینها به دنبال حقیقت هستن. شغلشون چیه؟ پلیسن. درسته؟ بازرس پلیسن. هرچند هیچ کاری از دستشون برنمیاد، ولی همش به دنبال اینه که اون راز رو، اون حقیقتی که کشف نشده رو یه جوری برملا بکنن. این خلاصه ایست در حقیقت از یه پسیکانالیزی که از داستان‌های تنتن شده. بنابراین می‌بینید که تنتن، هادوک و تورنوسول سه شخصیت مجزا واقعاً نیستن. اینها سه فصل، سه چهره، سه بُعد مختلف شخصیت خود هرژه هستن که تنتن به دنبال پیدا کردن راز هاست، هادوک ناامید شده از این کار و در الکل فرو رفته چون هرژه خودش یک پریود الکلیست داشت،
و تورنوسان هم کسی که درونگرا شده چون جواب رو پیدا نکرده و در کارش و در پناه